خانم ها آقایان، فایت جذاب دیگری در وزن 93 کیلوگرم آقای حمید اسدیانی. و حریف ایشون آقای سید مهدی هاشمی. گوشه آبی کیج از شهر ایلام، تیم پرشن واریورز، آقای حمید اسدیانی. حریف ایشون گوشه قرمز کیج از استان مازندران، آقای سید مهدی هاشمی، داور مسابقه استاد علیرضا وفایی. خب با درود فراوان و سلام مجدد تشریف کنید. بازی در وزن منفی 93 کیلوگرم، حمید اسدیانی از ایلام، سید مهدی هاشمی از مازندران. حمید اسدیانی با رکورد یک شکست نفر اولی انتخابی IFC و سید مهدی هاشمی از استان میزبان با رکورد 3 شکست. یه لوکیک حالا از سمت هاشمی، باند آبی، اسدیانی تا اونجا که من در جریانم مثل که وشوکار هستش، یه تکدان خیلی خوب از ایلام. ضربه از اسدیانی، ضربه های سنگین و پی در پی. خب آقای وفایی فکر می‌کنم که داور بازی رو استاپ کنه.
تموم کنه. ضربات سنگین و تاثیرگذار، جوری که هاشمی به لاک دفاعی فرو رفته و حالا یکم از شدت ضربات رگباری اسدیانی کاسته میشه. و در بک مهدی هاشمی قرار گرفته و مدام اونو با ضربه های هوک اذیت میکنه. اسدیانی میتونه پا رو تو سگک قرار بده برای کنترل بهتر، ولی من نمیدونم چرا این کار رو انجام نمیده. فکر میکنم که ضربات دستش توی محور قدرت بهتری هستش، توی پاش آزاد باشه بدون پای توی سگک هم کنترل داره آقای هاشمی رو. هاشمی تا به اینجای کار هیچ ضربه تاثیرگذاری و الان یه ضربه البو از حالت بک البو درست میگم استاد؟ بله. وارد میکنه و این ضربات خیلی خطرناکه برای پاره کردن صورت، ممکنه صورت کات پیدا کنه. و حالا اسدیانی سعی میکنه پارو در سگک فرو کنه و ولی بله موفق شد. حالت بک قرار میگیره اسدیانی، اینجا میتونه تکنیک RNC رو اجرا بکنه. یک پاش آزاد شد، تکنیک RNC RNC ناقص در میاد، تکرار کرد، رها میکنه. یکم به دلیل حجم شد زیاد اسدیانی بدنش در حالت لاکتیک و اسپاسم عضلانی دچار رفته. از اون ثانیه اولی که مشتای رگباری میزد خبری نیست، مثل اینکه البته MMA همینه، بازی سنگینیه و اینکه پر زد و خورد و نبرد دو سنگین وزن به همین شکل میشه. بله استاد دقیقا حق با شماست. دوباره تکرار کرد با دست چپ این بار. ببینید اسدیانی با یک دست دست هاشمی رو کنترل کرده و با دست مخالف که آزاد هست ضربات یک خط درمیانی به بادی و الان یه زانو به پهلوی هاشمی وارد میکنه. استاد اجازه ندن زانو رو به توی سر حریف بزنن، درسته؟ بله، وقتی که سه نقطه از بیشتر از سه نقطه از بدن روی زمین باشه بله. حتما دارن هد کیک یا نیکیک بزنن به سر و این خطاست و اگه بیشتر از یک بار باشه دیسکالیفه میشن. استاد نظر شما چیه؟ برده شما در راند اول که شمی حرف واسه گفتن نداشت به اینجای کار. آقای اسدیان خوب شروع کرد، شروع خوبی داشت از ایلام، ضربات دست خوبی داشت و فکر میکنم الان تکنیک رو بست. باز هم ناقص و آقای هاشمی شرایط بدی داره. آقای وفایی داور وسط هم چفت نشده که انصراف نمیده، خوب گره نخوره، خوب بسته نشده. بله نوک فک هستش، به سیبک گروی دست نرسید. باعث نمیشه 10 ثانیه دیگه تا پایان راند اول، 5 ثانیه دیگه دوام بیاره و پایان راند اول. اول استاد من شخصی خودم اینه که بله بازیکنان که از نوک دست بزرگ برخوردار هستن، یعنی سوالشون بزرگه، تکنیک RNC رو به سختی میتونم بزنم. من یکی از بازی‌های بله یکی از بازیکن‌ها به نام معصوم رضوی رو که دیدم، معصوم رضوی نوک و ساعد بزرگی داره و بازیکن‌های امثال اون میگم معصوم رضوی مثال زدم. تکنیک RNC رو به سختی میتونم اجرا کنم چون چفت نمیشه زیر گردن حریف. نه حریفه که سنگین باز که زیادی دارن گردنی دارن که گرفتیم. تکنیکی پیشنهاد میکنیم برای دستای قوی. بهترینه که کاری که میتونه انجام بده همین ضربات رو
کش بیرون سریع‌تر. آقای اسدیان ادامه میداد ولی با سرعت خیلی کمتر، تعداد کمتر، با دقت به هدف میزدن. بی هدف دست رو مینداخت به هدف، بعد کنترل خوب انجام نداد. بله. دستای قوی بیشتر باید سمت تکنیکای مثل کیمورا برن. بله کیمورا انجام میده و کسایی که توی وزن نردم حتی با چون فیله پای خوبی دارد میتونه با نیوار و تکنیکای پا هم استفاده کنه. ولی گردن وزنهای بالا سر گردن قوی دارن، دست به خوب بسته میشه، تکنیکی خوب بسته میشه. با دستور داور کوچها به بیرون هدایت میشن و شاهد ران دو بازی خواهیم بود. ببینیم چی کار میکنه آقای هاشمی، راند بعدی رو پشت سر بذاریم. هاشمی تا به اینجای کار هیچ حرفی واسه گفتن نداشته و نزدیک بود حتی بازی به بازی استاد. بله. خب یه ضربه چرخشی خیلی عالی. استاد این امتیازش رو ثبت میکنن دوباره. 100% یکم خوبتر چسبید بود به فکش، ممکن بود ناکود هم بشه. بله، تاثیر گذار بود. وقتی بدن خسته باشه، هر خسته باشه با ضربای سبک هم ممکن ناکودی بار بیاره. 100% حق با شماست. الان هاشمیان دست پای ضعیف داره، انرژی ران اول نداره، درست استاد؟ ولی گارد بسته خوبی داره نسبت به حریف خودش. حریف خودش از نظر من تکنیکای دست پای ضعیفی داره، نیاز به تمرین بیشتری داره. شاید تمرینات خوبی انجام بده، شاید وزنش هم یه وزن باید بیا پایین‌تر بازی کنه. فکر می‌کنم بهتر می‌تونه کار انجام بده. بله. خب واو، یه ضربه پانچ هوک. بله. تک داون. و دوباره به پوزیشن بک میره اسدیانی از ایلام. ضربه پی در پی، یک البو بی تاثیر میزنه مهدی هاشمی. کوچ اسدیانی آقای علی مارو بختیاری داره بهش تذکر میده، میگه که چه کاری بکنه، چه برنامه‌ریزی واسه مسابقه داشته باشه. یک بازی تقریبا قدرتیه تا تکنیکی، درست میگم استاد؟ درسته. آقای وفایی داور وسط دقت کشها داره تا بازیکنها یه خورده. چهار بار این کار را انجام داده آقای هاشمی و بی تأثیر. یعنی آرنج ها بازه. شما به این بازی از صد نمره چند میده؟ خب سوا از قدرت، شما دیدین که تکنیکی اجرا باشه، مثلا حتی تکنیک آرمبار، تکنیک من که جز تکنیک آرنج کل ناقص بود، فقط تکنیک تکتان. بله بله، دو تا تکتان خوب داشتیم برای باند آبی آقای اسدیان. خب و شروع ضربات، تعداد ضرباتی که زد پی در پی، بله اونا خوب بود. حمید اسدیانی وشوکار هست، من تا اونجا که اطلاع دارم وشوکار خاطر همین تونست تکتانه خیلی خوبی انجام بده، مرتبیه خوبی انجام بده. درست. بله. ضربات شروع استاد دستای خوبی داشت، مشتای خوبی میزد، ولی در حد 30 ثانیه و 30 ثانیه دوم نمیتونست ادامه بده. از نظر من نتونست خوبی داره، نفس خودش رو خوب کنترل بکنه، خودش رو خالی کرد. درسته، سعی میکنه که از تکنیک گرپلینگ خوبی برخوردار نیست. بله درسته، نسبت به قدرت تک داونش. درسته. نیکی زانوی راست خوبی وارد کرد به باند قرمز آقای هاشمی، زانوی خوبی داشت. دست چپ هاشمی باید سعی کنه برنده این بازی بشه، وگرنه رکورد خیلی بدی واسه ثبت شده، 4 باخت بدون هیچ برد. یه جوری باید یا یه وزن دیگه شروع کنه به تمرینات و خیلی به قول شما رکورد بدی براش ثبت میشه. 4 باخت پشت هم توی هر سازمانی باشیم برد میگردونن به انتخابیه اول. باید کلی انتخابی مسابقات
سطح آماتور بازی بکنه تا بتونه سطحش تغییر بکنه. بله 100%، اینطوره. هر سازمانی هم که باشه سه تا بازی پشت هم داشته باشین دوباره برید میگردونه به یه سازمان عقبتر و یه پله میای پایینتر توی هر جایی که هستی. الان سازمان یو اف سی اگر چهار باخت سه باخت یا چهار باخت بله. پشت هم بیاری کلا اخراجت میکنن. بله دوباره باید بری از اول شروع به بازی کنی تا خودت برسونی که اونم خیلی از بازیکن هستن چهار باخت هم آوردن ولی بازی زیبایی انجام دادن. بله مثل کابوی سرونی الان سه باخت سرام آورده ولی با حریفشون استاد به طور مساوی میان بالا توی اشتباه ناخود میشن. بله با جاستین گیجی و تونی فرگوسن و کانر مک‌گریگور بازی کرد و هر سه تاشو باخت تیکی او شد. بعد ارزم به حضورتون اینکه استاد ولی این بازی دقیقاً الان میشه گفت که دو تا ران عقب افتاده و هیچ کاری انجام نمیده فقط توی لاک دفاعی خودش. یعنی به عنوان یه بازی خوب جالبی نیست از جالبی تماشا کردن. خب فکر کنم نتیجه بازی کاملا مشخص استاد ولی شما نتیجه بازی چیه؟ گفتم که خدمت شما ضربات در پیروز مسابقه باند آبی رأی متحد داوران کردن باند آبی ضربات زانو آسادیانی. بله همین استاد سعید نوبت پیش بینی کردن سدیان تونست با رأی متحد داوران برنده بازی بشه و یک شکست و یک پیروزی رو در کارنامه شعرهای خود ثبت کنه. تبریک میگیم ما هم به بانگ دیجلف این دمیکس.